جنایات و کشتار افشار. یکی از فجیع‌ترین جنایات در طول جنگ‌های داخلی افغانستان در منطقه افشار واقع در غرب کابل اتفاق افتاد که طی آن صدها تن از ساکنان هزاره توسط نیروهای حکومت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی به قتل رسیدند. ناحیه افشار در دامنه کوههای افشار قرار دارد. بخش وسیعی از غرب کابل را در بر می‌گیرد. مؤسسه علوم اجتماعی به پلی‌تکنیک کابل پایگاه فرماندهی رهبر حزب وحدت پس از ورود به شهر کابل انتخاب شد که کافرکو افشار سپر حفاظتی آن به شمار می رفت. طی جنگ های داخلی افغانستان نیروهای حزب وحدت و حزب اسلامی از منطقه افشار اقدام به راکت پراکنی به مناطق تحت کنترل دولت اسلامی افغانستان می کنند. انگیزه حمله به منطقه افشار برچیدن موازی این دو گروه در منطقه افشار اعلان شده بود. ساعت اولیه بامداد 11 فوریه و زمانی که ساکنان افشار در بستر خواب بودند، مؤسسه علوم اجتماعی از طرف مورد حمله قرار گرفت. از غرب توسط نیروهای اتحاد اسلامی سیاف و از شمال و جنوب توسط نیروهای دولتی منطقه را مورد هجوم قرار دادند. آنان تا 24 ساعت بعد به قتل و کشتار، تجاوز و آتش زدن خانه ها پرداختند و دختران و پسران جوان را اسیر کردند. خبر این اعمال در همان زمان در کابل و در روزهای بعد در سطح دنیا پخش شد. در این جریان بر اساس برآوردها حدود 700 نفر به قتل رسید و یا ناپدید شدند. یک سال بعد که حزب وحدت این ناحیه را باز پس گرفت، چند گروه دستجمعی کشف کرد که در آنها حدود 58% یافت شد. این قتل عام توسط کشورهای همسایه و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر محکوم گردید، اما عاملان آن هیچ وقت محاکمه یا دستگیر نشدند. اگرچه شخص ربانی قتل عام را به عنوان یکی از اشتباهات حکومتش پذیرفت، اما حادثه به گردن سربازان انداخته شد و از آنجایی که مشخص نیست که کدام سرباز جنایت کرده، پس هرگز کسی در پیوند به این جنایات محاکمه نشد. آن روز افشار به یک منطقه ارواح شباهت داشت و تمام ساکنان آن پس از قتل عام از آنجا گریختند، اما خاطرات تلخان در مغزها و قلبهای مردم به یادگار باقی مانده و به تشدید اختلافات قومی و مذهبی دامن زده است. فاجعه افشار که به تاریخ 21/13/71 خورشیدی بر مردم منطقه افشار کابل تعمیل شد، در واقع یکی از وحشتناکترین و خونینترین فاجعه در تاریخ معاصر افغانستان می باشد. این تراژدی غمناک توسط اشخاصی چون احمد شاه مسعود رهبر شورای نزار، عبدالرب سیاف رهبر گروه اتحاد اسلامی، محمد قسیم فهیم رهبر استخبارات حکومت ربانی، دکتر عبدالله رئیس دفتر وزارت دفاع ملی و فرمانده لوای راکت، یونس قانونی قماندان عمومی گارنیزیون کابل و رئیس عمومی سیاسی وزارت دفاع ملی، بسم الله محمدی مسئول فرماندهی میدان هوایی بگرام، سید حسین انوری و رئیس شورای مرکزی حزب حرکت اسلامی به رهبری شیخ آصف محسنی اکبری و سید مصطفی کاظمی از تنظیم وحدت برای نابودی بخشی از مردم افغانستان که هزاره بودند طراحی و اجرا شد و هم اکنون به عنوان جنایتی مسلم و انکارناپذیر در حافظه تاریخ افغانستان درج است. گرچه نمونه قساوت و وحشیگری که در کشتار و محو مردم هزاره در افشار کابل به کار گرفته شد را در مراحل مختلف از تاریخ افغانستان شاهد بودیم، چنانچه جنایتکاران طالب در مزار شریف یک کلنگ و کنده پشت دست به کشتار مردم هزاره زدند، در افشار بر علاوه کشتار دستجمعی و زنان و کودکان نیز تجاوز شد و همچنان جنایت دیگری کنار این جنایت به وقوع پیوست. گلوله هایی که مردم بیدفاع افشار را نشان رفت و بچه هایی که سینه های مردم مظلوم افشار را دریدند، نام جهاد بر آن نگاشته شده و به دستور کسانی بر هدف می نشست که دایه اسلام و جهاد را یدک می کشیدند. هرچند سالها از آن روز سیاه و مصیبت عظیم می گذرد، اما از زخم افشار هنوزم خون می چکد و از ویرانه های افشار هنوز فریاد زنان و کودکان مظلوم و بیپناه که در رگبار گلوله ها و رقص برچه های سربازان دولت اسلامی و متحدینش مورد تجاوز قرار گرفته و به خون غلطیدن به گوش می رسد. افشار زخم ناسوری بر پیشانی تاریخ معاصر افغانستان می باشد و لکه ننگ ابدی بر دامان قاتلان افشار که وجدان انسانی هرگز آنها را نخواهند بخشید. چنان که در گزارش فاجعه افشار از کتاب آقای سبا درباره جنگ و جنایت انجام شده در افشار آمده است،
جنگ سوم بین قوای مسعود و سیاف از یک طرف و حزب وحدت عبدالعلی مزاری از طرف دیگر که این جنگ به نام فاجعه افشار نیز یاد می‌گردد. این جنگ از گردنه باغ بالا آغاز به انستیتوت علوم اجتماعی، اکادمی سارندو، پلی‌تکنیک و مرکز تعلیمی وزارت امنیت دولتی از حزب وحدت به دست اتحاد اسلامی سیاف و شورای نظار مسعود قرار گرفت. بدترین جنایت ها صورت گرفت. افراد قریب بیچاره هزار جوخه جوخه تیرباران و اعدام گردیدند و ناموس آنان تجاوز گردید. تعدادی از زنان هزار از طرف جنگجویان جانب مقابل به جاهای نامعلوم انتقال داده شد و در منطقه افشار و خوشحال خان به زنان و دختران در مقابل چشم شوهران، پدر و برادرشان تجاوز صورت گرفت. اموال و دارایی آنان به تاراج رفت. جنایاتی که مسعود و سیاف آفریدند، قلم از تحریر آن عاجز است. جنایتکاران افشار با خون اطفال 6 ماه روی دیوال یادگاری نوشتند و گهواره آنان را تیرباران کردند. بر زنان و دختران تجاوز نمودند. به خاطر به دست آوردن یک حلقه انگشتر، ناخن و برای گوشواره گوشهای زنان را بریدند. این حادثه از نظر زمانی در پایان قرن 20 رقم خورد که شعار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر گوش جهانیان را کر کرده بود. از نظر مکانی در قلب کشور و در معرض دید همه جهانیان اتفاق افتاد. و افرادی که این جنایات را رقم زدند نیز کسانی بودند که از سنگر جهاد و مبارزه برگشته و حکومتشان به نام دولت اسلامی قلمدار شد. مجوالی بود اینون مگدایی نبود، مجوالی بود اینون مگدایی نبود. پیغمبر مگاه روس گا امریکایی نبود، پیغمبر مگاه روس گا امریکایی نبود. بد که چای ما پیش زرگو یا سپایی نبود، قول و قرآن و قسم های ما هوایی نبوده. ما ایمان خوره دمالی دنیا آلش نمونی، ما ایمان خوره دمالی دنیا آلش نمونی. بیزاری فاشز مبول ره چوکی پالش نمونی، چوکی پالش نمونی. بیزاری فاشز مبول ره چوکی پالش نمونی، چوکی پالش نمونی. بچه آزرق و مندو نشونه، دیگر آخواست بچه آزرق و مندو نشونه. بازم از ناحق و حق سوال و پرسو نشونه، دیگر یاد از شهدای گمنامی از مو نشونه. قدی آزرق بس راست از غمی دورو. یک افغان دیگر می کشن. در کجای قرآن و سنت آمدن شما نشان بتین که این جهاد است؟ اگر در این رابطه بازم بگویم که امون یک نیم هزار عالم که فتوا دادن. در برابر کی فتوا دادن؟ فتواهش رو دادن. در برابر کی فتوا دادن؟ خارجی به کشور ما می آید. بله. هر کس که با او هم دست می شود. در مقابل ملت خود می کشن. در این همه دنیا آمد. در این رابطه که الان با شما فتواها را بزن. یعنی اون فتوا در برابر خارجی ها بود درست است؟ هر کسی با خارجی ها است. هر کسی که دردیا زاج بالا نه را چیزه مستلی بانو کشران دام کشران. ایتو گابوت ما مال موقت تا تاسیا یا خودشان بارا زرا دگردی شما بالا نمیره که جان دیوالی که بودی دتواله. بدست رن دیوالی که دتواله. 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 دتواله
میدان میدان شما مرانی کرد بازارت کلشی و خلی سلا کدیم آتش بستک بی خارج جان است بی خارج جان است سام دار از اون پای بازی وای سادی بخلاتی یا دست کمانده وار که چبرت شد بازی وای سدای دو آخرم بی امداس خبر بیرت دل ترازم امداس خبر وار سدای دو آخرم سدای پاکستان وای وای خیر خیر بیرت امداس خبر کن سام دار سام دار باز گوارا گوارا میں کھا گمر گرد سرتا سکھے رہا بڑا سلام او جنگ خلاص جنگ خلاص جنگ ختم شو جنگ ختم جنگ ختم جنگ ختم جنگ ختم مسلمان از بیوادات مختم کی مر خصوص خو مسلمانان مر داخل کو خدمت پر راغلی مر داخل کو خدمت کو از بیوادات جنگ و شورا نزار جنگ مش ما بینس کی راو لدلو تو طالبان است ما طالبان است آیا دست طالبان است او کسی کی عرب آورده وطن مرا به ایران ساخته او کسی کی امریکا را آورده وطن مرا به ایران ساخته دین مرا برباد ساخته است و با عزت شرف و ناموس حیثیت و آبروی ما بازی میکنه ما چی کنم بگوین برای ما شما چی میکنین بایسه افغان ها احمد شاه مسعود هم در این باره تلفن کرده بود اما او بجای تقدیر خیلی ناراحت بود و می گفت که شما با کشتن شفیع بازوی بزرگتر مقاومت را قطع کردید. مسعود برای خلیلی گفته بود در حالی که شفیع نامی ترین قمندان ها و سربازهای من یعنی شورای نزار را کشته است اما اگر من او را اسیر می کردم هرگز او را نمی کشتم.